سلام دوستان، خوش اومدید به کانال گیکارس. الان یه دونه مکرون 765 LT داریم، یه نزدیک 500,000 یورو پولشه. کاملا فوق العاده است. یه اطلاعات فنی رو بهشون میدم، حالا میتونیم بریم اینتریورش هم ببینیم. داخلش فوق العاده است، میگم نزدیک 539,000 یورو پولش هست. با این صندلی های فور کربن و فرگونه های کربن خمه هست. سعی میکنم به ویدیو برای ادامه ویدیو اطلاعات کامل تر بهتون. باشم بخوام اگه ازتون اطلاع بدم که یه دونه نوع رینگ داره بعد، ولی خب میشه گفت چهار تا تر رنگ مختلف این سفارش داد. خب کالیپراش هم که نوع مختلف داره که نزدیک حالا شما رنگ بندیش میتونید تغییر بدید، نزدیک هفت تا رنگ داره، تر مختلف داره که شما میتونید خواب کنم. من سعی میکنم بالا بهتون نشون بدم که رنگ مختلفشون دارید. در مورد پکیج اکسریوش هم سه تا پکیج کربن داره که میتونید کاملا آپشنال میتونید انتخاب کنید و حالا من سعی میکنم که بهتر بهتون نشون بدم. خب در مورد اطلاعات فنی این مدلم که موتورش توربو شارژ V8 که ظرفیت 4 لیتر داره، توان خروجی هم حدود 765 اسب بخاره و گشت آورش هم حدود 800 نیوتن متر. سیستم انتقال قدرتش هم که گیربکس دو کلاچ اتوماتیک 7 دنده هست. عملکردش هم شتابش 0 تا 100 هلوش 2.7 ثانیه هست و سرعت نهایی و ماکسیموم سرعتی که میتونه بره 330 کیلومتر بر ساعت هست. توی بحث طراحی و وزنش هم که به دلیل استفاده از فیبر کربن وزنش حدوداً به 1339 کیلوگرم رسیده که سیستم تعلیقش هم قابلیت تنظیم و فناوری هیدرولیک و الکترونیک هست. سیستم ترمزش هم که برمبو هست که کمپانی فوق العاده معروفیه که از سیستم کربن و سرامیک استفاده شده. خب یه فرصتی هم پیدا کردیم، درش هم باز هستش که میتونیم که نوع لولاش که یه دونه لولا اونجا داره ببینیم، یه سختش داره که نوع باز کردنش کاملا متفاوت و خاصه که من خیلی قشنگه. حالا میتونیم بیان از بغلم نگاه کنیم که مثلا فضایی که خواب بره بشینه، حتی بدنه هاش هم کاملا کربن کار شده. میتونیم اینجا رو بیتونیم نشون بدیم، اینجایی که نه کربن هم فورج هستیم به بینید خودش هستیم. داخلش هم که میبینیم کل صندلی هاش از پکیج کربونه. خب اینجا بریم یه مقدار اطلاعات دقیق‌تر بهتون بدم که واقعا میتونید تمام جزئیات داخلی ماشین رو با سلیقه خودتون تغییر بدین. همینجوری که میبینید الان پکیج داخل داره تغییر میده با رنگ دوختای مختلف، با رنگ چرم‌های مختلف که همه اینا قابل تغییره و شما میتونید تو این کانفیگوراتور نتیجه رو ببینید که خروجیش چطور میشه. و این قسمت هم شما میتونید، قسمت پشت صندلی ها هستش که اونجا میتونه از کربن باشه یا نه، یه مقدار حالت همون معمولی تر از همون چرم داخل باشه. تمام اینا بستگی به سلیقه‌تون داره که بخواید با قسمت داخل میشه. و صندلی هم سه تا مدل داره که حالت بیسیکش هست و یه قسمت هم هست که فول کربونه که تو همین مدلی که ما امروز داریم از همین فول کربن استفاده شده که معمولا این صندلی ها خیلی راحت نیستن، ولی خب برای سیستم های اسپورت خیلی فوق العاده خوبن
و قسمت بعدی هم میتونید شما کربنده ایمنی ببینید که رنگبندی های مختلف داره، اونم باز سلیقه‌تون میتونید انتخاب کنید که چه رنگی رو واقعا علاقه دارین تو مدلتون استفاده بشه. و میریم برای قسمت بعدی که اون قسمت فرمونش هست که میتونید فول کربن باشه یا قسمت کمتر کربن کار شده باشه یا از چرم باشه. و میگم همه اینا بر اساس سلیقه مشتری و شما داره که میتونید کاملا تمام جزئیات رو تغییر بدین. حتی اینجا اون فاصله بین بال درزی که هست توی در، اینجا میتونه باز کربن باشه، لوگو مکلارن باشه یا فول کربن باشه. همه اینا روی قیمت و ارزش کالاتون افزایش پیدا میکنه. اینجا هم که میبینید که دریچه هوا میتونه کربن باشه یا نه، و همه اینا کاملا تغییر. کنسول وسطش هم اینجا که میبینید که از فول کربنه و یه قسمت هم کربن نیستش، که همه اینا میگم خیلی جزئیات ریزیه و مشتری میتونه با سلیقه خودش کاملا اینا رو تغییر بده. یعنی واقعا به کوچکترین چیز اینا دقت میکنن تو دیزاین طراحی که مشتری بتونه دستش باز باشه و اون مدلی رو که علاقه داره. خب توی قسمت بعدی هم میبینیم توی پکیج اکستریوش که دیفیوزر عقبشون بامپرش میبینیم که اینجا هم باز دوباره همش بینه که کربن باشه یا نباشه یا رنگ بدنه باشه. اینجا هم که قسمت جلو سپر جلو که بازم میبینیم که فول کربن داره، که همه اینا قابل تغییره. و این قسمت هواش هست که برای پرفورمنس بهتر استفاده میشه. حالا خیلی زیبایی هم داره که اینا رو معمولا تو مدل های خیمه دار اسپورت ترست استفاده میکنن. و همینطوری میتونید تمام قسمت بیرونی رو، اینجا هم قسمت که معمولا برای که هوای رادیاتور برای خنک کننده این دریچه ها رو استفاده میکنن، ولی خب اینا هم میبینید حتی برای قابل تغییره که رنگ بدنه باشه، کربن باشه. و هم قسمت کاپوتش هم که میبینید سه تا بخش داره که بازم کربن و قسمت مختلف رو میتونید انتخاب کنید. و اینجا هم که حالا این مدلی که الان داره نشون میده، مدلی که ما داریم اسپایدر نیست، ولی این مدلی که الان داره کافتره که میتونه اسپایدر هستش، که یه مدار نوع دیزاین کانت از درها و باز بسته کردن سقفشون کاملا فرق میکنه. این هم که قسمت بغلش هست که میبینی برای مدل ما که داریم مدل بیس هستش که از کربن استفاده نکردن. بعد محل بعدیش هم آینه بغلها که بازم اینجا قابل تغییر هست. و اسپویلر عقبش هم که باز دوباره شما میتونید تغییراتی رو ایجاد کنید که تمام اینا بسته. میگم شاید تمام انتخاباتی که دارن انجام میدین شاید قیمت ماشین تو دو برابر هم برسید، که واقعا کربن فایبر خیلی فوق‌العاده گرونه. اینجا هم سقفش هست که کاملا سیاه باشه یا دارت پانوراما باشه یا سقف باشه که مثلا نور داخل بیاد، که میگم تمام جزئیات کوچیک که الان داریم میبینید اینا همش قابل تغییر و که به حال طراحا این دست خریدارا رو باز گذاشتن که